سلام دوستای عزیز، امیدوارم جور و سعادتمند باشید. خوش آمدید به کانال هادی اس اچ. دوستای عزیز، امروز یک مهمان خوبم با خودم دارم، مهدی جان. خوب هستی مهدی جان؟ جور تیار و خیر، شکر الحمدلله من خوبم، خودت خوبی؟ قربانت، سلامت باشید. تشکر که امروز آمدی کنار من این برنامه رو با هم دیگه بگیریم. چه خیلی براش احترام قائلم. خب من اول در مورد تامنلای علی ایتیج کوتاه توضیح بدم. از اونجایی که من علی ایتیج هم میشناسم و با کارش آشناییت دارم، علی ایتیج هم تامنل زن داره هم ادیتور داره، این کارا رو خودش انجام نمیده. آجی این رفیق از ما، دوست از ما که چی بگیم برش، این خیلی منم میکنم، من نمیدونم. این فیلمی که من از علی ایتیج دیدم بیشتر حالت یک اعتقاد عمومی بود. بعد این آقایی کم که خیلی دزی صورت داشت برخورده، 15 دقیقه نمی باش 12 دقیقه ویدیو جور کرده، آجی خب کار خودت یک جای میلنگیده، ولی وگرنه در خودت نمیگرفتی. تو اگه کارت درست هستن در تو نباید در خود بگیری، چون علیتش خیلی در مسائل مشخصی شرکت. اول یه چیزی اصلا راجبه ریاکشن بده. کلن بحث علیتش یک کانال نبود، کلن جمعی گفت اصلا سرش فکر کنم ده هیچ کی نمیخوره، اگر هر کسی نخواهد سرش در خودش بزنه. حاجی گفته بودی مثلا خداوند منان شاکرم که این دوست ما برای ما گفت ریاکشن چه معنی میده. من خدا وکیلی ده چند سال اصلا رد داده بودم، نمیدونستم. رفیق ما آمده تعریف ریاکشن برای ما میکنه که ریاکشن چیه، عکس العمل. و وقتی که من دارم فکر میکنم، عکس العمل چیزیه که تو در مقابل چیزی که میشنوی انجام میدی. اگه خوش دام، خودش هم داره میگه اگه خوش دامت قدش هت میزنی، بعد دامت انتقاد خم کنی، حالا هر رقمی بود امو گپتا میزنی، فهمیدی؟ اما متاسفانه ما چیزی به اسم ریاکشن نداریم. 99.9% ریاکشن هایی که امروز در داخل یوتیوب است که از امی کامیونیتی هایی مثلا امثال امیر غم چیزا میه، فیکه به نظر از من. عکس العمل نیه، یک سکرایب شده. احساس میکنم که هر آهنگی را جلوی نفر بذاری، نفر هد خم میزنه، تعریف خم میکنه، تجلیل خم میکنه، خیلی هم عالی بود. من نوکر افغانستان هم هستم، همه را دوست دارم، همه چیم عالیه، چیز بدی هم وجود نداره. وقتی شما میخواین نان در بیارین، خب ما که نمیتونیم جلوی شما رو بگیریم، هیچ کس نمیتونه جلوی یکی دیگر بگیره، ولی یک آرتیست هم حق طبیعیش بیایه فرهنگ سازی کنه و بین خوب و بدتر برای مردم توضیح بده و بگه. هرچند که من احساس میکنم کسایی که هیپ هاپ واقعی رو گوش میکنن و واقعا طرفدار رپ هستن، خودشان تشخیص میدن که حق با کیه، کی داره درست میگه. و یک کسی که قرار نون در بیاره، قرار نیست یک مارکت رو فاک بده که بگه من داره نان خورو در میارم. و به نظر من این اصلا عادلانه نیست که تو بخوای نانت در بیاری، یک آرتیستی که این همه زحمت کشته هیچی نگه که چی فلانی داره نان در میاره. نه، میخوای نان در بیاره، پس از راه درستش در بیار. مثل دزدی، من برم دزدی کنم بگم داره نان در میارم، کسی منو لو نده. خب معلومه یکی فرده میگه آقا یادم دوزه بگیرینش. ای میگه توهین ده شما نکده. حاجی تو وقتی توی حرکت میزنی به نظر من توهینه، توهین به شنونده یا توهین به رپره، توهین به همه. تو وقتی یک چیز شعر داری در میاری، داری دوزو هایپ الکی داری میدی، او آقایی که واقعا زحمت کشیده داشت توهین میشه، داشت واقعا توهین میشه. او استعدادی که وجود داره پایمال میشه. چرا؟ چون دو تا آدم مثل جناب علی رفتن یک چیزی که مثلا بابتش پول گرفتن یا بابتش میخوان نانشون آجر نشه، میخوان اگه سر از او همچین چیز حرکت بزنن، چهار تا استعداد واقعی را دفنا میدن. نان شما مهم نیه، نان کس مهمه که بابت از این کار سرمایه گذاری میکنه سرش. بعد از او آقا توهین نمیشه، از این رفیق ما توهین میشه. آی ببخشید عزیزم، وای خیلی ببخشید. خب ولی دارین میگین دیگر، من الان این آقا رو من نمیشناسم، ریاکشن هاش من درست حسابی ندیدم، ولی باور کن من 99.9% ریاکشن ها رو نگاه میکنم شعر خالیه. حالا مولوی نبود فردوسیه، نمیدونم. نه آخه میدونی چی، الان داره صحبت هایی که میکنه یک ذره احساسیه، میدونی؟ چون اونجایی که علی ایتیج گفت کسیر یا بهم روشن میشه، اصلا منظورش به اینیه که یک نفر داره کسیر میگه. ویدیو هست داخل یوتیوب، میتونیم بریم ببینیم. اصلا نمیخوام در مورد صحبت کنم، چون یک چیز ما میگیم کیندرشپیل، یک چیز بچه بازیه، شوخیه. ای که رپ دری داره پیشرفت میکنه بدون شک، بچه ها دارن بدون وقفه دارن زحمت میکشن
و امروز خدا رو شکر، خدا رو شکر یک مارکتی ابتدایی داریم که میتونیم رشدش بدیم. من خودم آرتیست بودم، با خیلی از رپرها کار کردم. سال 2014 شروع کردیم، 15 و 16 من دوتا آلبوم دادم و بعدش هم دیگه ترک ندادم. ولی میخوام بگم من همکاری تنگاتنگ با بچهای سابق داشتم و اون زمان هیچ مارکتی نبود و این مارکت با دست همی بچه ها، چه کسی که خوب بود چه کسی که بد بود، همه اینا دست به دست هم دادن یک مارکت درست شد و یک فضای بهتری برای نسلهای بعدی. و این که یک آرتیست مثل علی ATH تمام شدنی نیستن، اینا ای تو زحمت هایی کشیدن، حداقل کم کمش 5 تا 6 تا آلبوم که بزرگترین آلبوم های رپدری بوده تا همین امروزش هم مثالش نیامده توسط علی ATH ساخته شده. خب این آدم به نظر ما نیاز ده کلمه فارسیش در ذهنم نمیه، آف مگزام کاید یک چند تا یوتیوبر نداره که بیه خود نشان بدم، بحث ویوی یوتیوب چه میفهم کانال دوم علی ATH در مورد ویدیو رو نمیشه با بحث آرتیست بودنش مقایسه کرد. علی ATH کسی که هر موقع هر ترکی بده کلی نفر هسته که موزیکش رو بشنوه. و همین چند وقت پیش یک اجرا داشت در ایرفورد، فکر کسی که نه تبلیغات کرده نه هیچ، کلی آدم اومدن برش و با موزیکش لذت بردن، اومدن باش عکس گرفتن و من مطمئنم با موضوع کسی نخواهد کار کرد. جی من نفهمیدم دقیقاً داداش شما چی میگه. اگه علی بخواد، حالا در هر صورت میگم خیلی بی‌طرفانه دارم میگم، اگه علی یک ویدیو بذاره بخواد ویو بخوره پول در بیاره، این کار اشتباهه، اما کار ازی درسته. جور در رمای حرفای ازی پلیتیکه دیگه مهدی، پلیتیکه. یعنی چون خیلی طولانی هم در مورد پلیتیکه، من چون خیلی طولانی هم در موردش هم چون حرفای داره میزنه دوباره داره تکرار میشه. خب من چند تا پیش جواب همه این حرفا رو دادم من و فکر کنم اگه دوباره تکرارم کنم دیگه مردم حوصله‌شان سر بره. میخوام در حرفای مهمتر برسم دی به این عزیز صحبت ها. لذت میبرم حاجی. یعنی آقا واقعا فکر میکنه که رپ دری لنگ از این آدمه؟ یعنی اگه این آدم اگه نمی بود مثلا دیس زرتشت اینا دیگه بدون ویو میموند و دیگه کسی استریم نمیکرد و کسی گوش نمیکرد. یا حاجی یا من توهم زدم؟ خواهشان یک مقدار واضح بسازم ایره برای از من. بدون شک مصطفی میری ویو خدا داره، زرتشت داره، کانال ریاکشن نهایتا 2-3 سال میشه که کانال ریاکشن وجود داره و ریاکشن میره. قبل از اینا، قبل از تمام ریاکشن و داستانهای ریاکشن، مصطفی میری موزیکی داره که بالای 100 هزار تا ویو خورده، زرتوش موزیکی داره بالای 500 هزار تا ویو خورده، ویو خود داشته. خب هیچ فرقی نمیکنه ای که ریاکشن وجود داشته باشه یا نه، تنها کاری که ریاکشن میتونه بکنه آدمای فیک خیلی میتونه بیشتر در چشم بیاره چون کنار آرتیستای بهتر میذارن و این باعث میشه که یک کسی که دو تا ترک هم داده باشه دیده شوه. میدونی به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یارو میخواد بره مصطفی میری رو بشنوه، کنارش عکس یک نفر دیگه هم هست که او شخصم دیده میشه. خب ببین من همینج مشکل دارم. خب من خودم برادر اسمت نمیفهمم، چلپی فکر کنم اسم کانالت است، من خودم کسیم که دی وقتا بیشتر داره برنامه میسازم و خیلی هم ریاکشن ساختم، اما من معتقد نیستم که این ویدیویی که من میسازم مختصمه. چون اگر بخوام یک ویدیوی اورجینال بسازیم و بگیم این ویدیو از من هستم، میتونیم اجازه داریم در مورد هر کسی داخل کانال خودمو صحبت کنیم. میتونیم مثلا موزیک آقای زرتشت در نظر بگیریم، موزیکش رو پلی نکنیم، بریم بشینیم جلوی دوربین در مورد موزیکش صحبت کنیم، ببینیم آقا چقدر ویو می‌خوره. من قول میدم 20 نفرم نمیاد ویدیو تا ببینه. چیکار میکنیم؟ موزیک یک فرد دیگر میاریم، میشینیم روش صحبت میکنیم. درست است موزیک 3 دقیقه، ما 15 دقیقه داریم حرف میزنیم، اما کلیکی که ما میخوریم فقط به خاطر او شخص است، به خاطر او فرد است. و حتی از نظر قانونی اگر قانون یوتیوب هم در نظر بگیریم، او ویدیوی تو مختص او خواننده است، میتونه برات کپی رایت بزنه. حتی اگر احساس کنه که تو ضرر داری میرسانی در موزیکش، مثال میزنم یک موزیک اجتماعی ولی تو رو داره یک جورای سیاسی جلوه میدی، حتی میتونه برات استرایپ بزنه. فکر کنم چیز قانونی هم هست دیگه، روش بحثی هم نباشه. دوست ما میگه ما سر از 15 دقیقه زحمت کشیدیم،
یک مسئله که در مکلی از من نموره، مای شنونده، مای افغانی، مایی که مثلا در خودم به نظر خودم بیشتر مربوط دزی کامیونیتی میشم دزی آقا نسبت دزی آقا، یک ای آقای آرتیست از ما رفته زحمت کشیده، شب شد تا صبح بیدار مونده، رفته تکس نوشته، رفته پول داده بیت خریده، فهمیدی؟ رفته استودیو رفته دیگه کده و ای آقا صرفا به نظر از ما، ای آقا نه در کل خیلی های دیگه فقط دارن اسکی مورن، همه ما، حتی ما یکی ریاکشن اگه یک وقتی بسازم آفرین، ما داریم کلگه ما داریم اسکی موریم روی کار یک نفر دیگه، روی نام یک نفر دیگه، روی هنر یک نفر دیگه. ای که ما بایوم تو یوی کسی دیگه بیا بگه آقا این کار از ما سمره زور بازوی از ما، آجی شرمنده خیلی بخشت، نمخوام الفاظ را که استفاده کنم ولی بیلاخ خواستی کات کو خواستی کات نکن، من خیلی آدم صادقی هستم، من حرف دل خم میزنم، کسی خواست هر که برگشتم من گفت هیت میدید داداش شاد من دارم هیت میدم، نمیدونم در غصه شم نیستم، حرف خ صادقانه میزنم، گپ دلم است. نفر اونجی داره جیر مخوره 300 یورو پول استودیو میده، بعد آقا میگه کار ما 15 دقیقه زحمت کشیدم، تو 15 دقیقه زحمت کشیدی یارو چند روز زحمت کشیده؟ چه میشه برای شما احتمالا بد تعریف کردن. خب همینجا بگم که خب اونا واقعیتشه که دارن لطف میکنن، خب اونا دارن لطف میکنن برای همه ما، حتی اگر برای من یک کپی رایت بزنن و من درخواست بدم و اونا قبول کنن که من از این ویدیو درآمدزایی کنم و کپی رایت برداره، در اصل دارن لطف میکنن و خلاصه خودت هم میبینی قانون یوتیوب است و در خود یوتیوب به صورت قانونی میگه که ای 15 دقیقه برنامه تو نیست، بلکه تو داری از محتوای یک فرد دیگه استفاده میکنی و برنامه میسازی، نه فقط تو، همه ای ما. بازم میگم چون مختص در تو در فرد تو نباشه که ناراحت شوی خاطر اینکه حرفا رو تو میزنی، مجبورم یک کانورسیشن اینجوری باشه که مخاطب تو را قرار بدم. بس شده تا جایی اوکی است، شاید انقدر تاثیرگذاریت بوده که بتونی خانواده تا دوستای تا با رپ دری آشنا کنی و ولی خب حرف ایتیچ هم درسته، خب 99% از طرفدارای شما از خود بچهای افغان هستن که رپ دلی رو میشناسن، زرتشت رو میشناسن، ایتیچ رو میشناسن، مصطفی میری رو میشناسن و دوباره میان ویدیوهای شما رو نگاه میکنن، اون از اون دیدگاه گفته که کمکی نمیکنم و موزیک مثال میزنم گاندی رو از افراز، به نظر من هیچ یوتیوبری بالا نیاورد، موزیک گاندی توسط ریاکشن کارا بالا نیامد، توسط ریاکشن کارا 3 میلیون نخورد، موزیک کابل از ماست نخورد، کابل از ماست 2019 بود که اصلا اون زمان اون کانال به این شکل ریاکشنی وجود نداشت. و بحث آرتیست های رپ دریرم که الان کردی گفتی موزیک های او زمان و الان، خلاصش برای چجوری بگم، مثل از این میمانه که بگی هیچ کسو نمیخوام اسم بیارم مثال بزنم، ولی مثلا میگم تو برو موزیکای هیچ کسو 15 سال 10 سال پیشه، بیا با موزیکای مثلا هیپاپولوژیست و اینا، از روی غریزه همه میگن هیچ کس، میگن هیچ کس قدیمیه فلان، ولی از نظر کیفیتی کوالیتی تکسی وایبی که امروز ما و شما دوست داریم 100% موزیک الان هیپاپولوژیست بیشتر میپسندیم تا موزیک هیچ کس. پس توی رپ دری هم همیه، موزیکایی که در سال 2015-14 توسط آرتیست های رپ دری ساخته شدن بمبای او زمان بود و نمیتونیم الان شما بگین که موزیکای او زمان ضعیف بوده و ملت ما او فکر میکرده. اگه ملت شما او فکر میکرده به نظر من شما اشتباه فکر میکردید. همه چی در حال پیشرفته، همه ما پیشرفت میکنیم، هیچ کدوم در 7 سال و 8 سال پیش بند نمیمانیم. خب اگه همین طرز فکر یک اروپایی روی رپ فارس داشته باشد، هیچ کسی مثلا 15 سال پیش الان بشنوه، بدون شک میگه موزیک بسیار ضعیفه، کوالیتیش پایینه. چرا؟ چون موزیک 15 سال پیشه، با امکانات 15 سال پیش ساخته شده، با طرز و فکر 15 سال پیش ساخته شده. تو موزیکی که هیپاپولوژیست الان میسازه و کیفیت بهتری داره، وایبش به وایب الان میخوره، چون وایب در کل دنیا یکیه، یعنی تنها چیزیه که انسان ها میتونن با بیت و با وایب و چیزا اخ چون او رو درک کنن تا تکست، چون به حال زبان ها فرق میکنن این کار رو. خب باید بگم
متاسفانه تو در جریان شاید نباشی، دقیقاً این کار علی ایتیج هم الان میکنه، هم قبلا میکرد، این کار خیلی وقت داره انجام میدم. همین الان علی ایتیج یک لیبل داره به اسم لیبل وطنی که بسیار بسیار خواننده‌ای با استعدادی داخل لیبلش هست و کار میکنم و در و قبلا هم این کار انجام داده، حتی یک سری برنامه های استعدادیابی گذاشته بود که داخل از او آرتیست های بسیار بسیار خفنی پیدا شد و مطمئنم که آینده دست اونایه. حاجی وقتی که من میگیم این افراد اطلاع ندارن، علم پایینی دارن، همینه. این آقا میگه آقا شما چیکار کردین؟ شما چرا استعدادیابی نکردین؟ خود دیگه علی دیگه چیکار کنم؟ در کابل تو چیکار کرده میتونی؟ در کمترین تجهیزات دست تا چیزی دست نیا تو دارید. علی بیشترین زور خود داشته اونجا میزد، رپ بتل داشت اجرا میکرد دیگه، و دیگه بین کسایی که مثلا چی میگن آماتور بودن و غیره دیگر نفر چیکار کنه؟ تو اطلاع نداری دوست عزیزی، وقتی که تو اطلاع نداری بر نگرد بیا بگه تو چیکار کردی. علی خیلی کارا کرده، تو چیکار کردی به غیر از مثلا آل تو را نمیگیم توی شخص نوعی را، ولی افراد امثال کسایی که یک ریاکشن فیک مورن اونا چیکار کردن و با و ازمی خاطر میگیم اینا خیلی اطلاعات غلط را امکان داره در 4 نفر بدن که او 4 نفر امکان داره در 8 نفر بدن. یکم در مورد گپ تو بزنم، ما نباید اصلا انتظاری داشته باشیم که اینا کاری بکنن. همین چند دقیقه پیش میگه آقای بیزینس یا ما داریم نونی در میاریم، نون ما را آجر نکن. خب داستان اینا رپدری را فقط به چشم یک بیزینس میبینه، خب چشم یک آرتیست و کسایی که واسه از این مارکت دل موسوزنن نمیبینن. خب پس من میتونم همینجای حرفت رو رد کنم، این اصلا در بند از اون داستان نیستم، همون رو میگیم. آره ولی خلاصه ATH کارهایی که میتونست برای رپ دری تو الان انجام داده و این حرف من نمیزنم که فقط به عنوان اندی والش، تمام آرتیست هایی که داخل رپ دری الان در یک جای رسیدن میتونم حرف من رو تایید کنم خودشان. آقا نه من یک سوال فقط دارم، اگر رپ دری مابولی نون نیاوره شما حاضر بازم ریاکت بریش؟ حاضر کمیونیتی درست کنی؟ اگر عد نذاری حاضری؟ نیستی. یعنی چی؟ یعنی تو به چپت هم نیه، به تخم مرغ چپت هم نیه، صرفا جهت پولش داری خیلی... میکنی. آخه خیلی از ریاکشن کارهای ایرانی حتی برای کمیونیتی خود خواهم ارزش قائل نیست، نمیرم بر از اونا ریاکشن، چون موزیکای هیپ هاپ فارسی همه کپی رایت داره. یک مارکت اوپن دیدن گفتن دیگه آقا دیگه تا سفره بازه بشینه یک چیزی بخورم دیگه میکنم چلو. بعد بگم تو برعکس هیچی نمیدانی. خیلی قشنگ شد جالب شد. من خب میدانم این حرف از کجا آمده و دوست ندارم من جلوی دوربینم در مورد عزیز صحبت کنم، اما تنها چیزی که میتونم بگم، نه اینکه حالا یه حرفت خب من گرفتم منظور علی ایتیج بود، نمیخوام طرفداری علی ایتیج کنم، میگم سند بیارین. من خودم اولین نفریم که با تو دست به دست با هم دیگه میریم خیر علی ایتیج رو میگیریم. من هم آدرس چه دارم، هم میدونم کجا زندگی میکنم. این جانب اصلا خراب است، فهمیدی؟ آره خودم نفر آره اول مرام ویدیو میدیم فوش میدیم دلیم. نه به ویدیو چیه میریم با هم دیگه خفتش بکنیم. همه پولا رو میگه دلا نرسه. خبی رو شوخی میکنم ماجی، برید سند بیارین، برید سند بیارین باز پخش کنید که بذارین همه بدارن. این که من میدانم من میدانم فایده نداره، اگه اونجوری باشه من هم هر روز میتونم بیم جلو دوربینم بگم من ای رو میدانم من او رو میدانم. ما نفهمیدم، من قشنگ متوجه نشدم. این آقا برگشت گفت که فلانی نمیفهم 3-4000 تا ویو خورده بود به خاطر از من 5-6000 تا خورد، چی گفت؟ همچین حرفی زد. آره موزیک 2000 تا خورد، ما گفتیم برین گوش کنید 6-7000 تا. ببین مشکل از ما احساس منم با کمال احترام، من احساس منم آرتیست های از ما متاسفانه باید از این صنف خودم محکمتر بگیرن، چون این حرف از این آقا واقعا توهینه، واقعا توهینه. چرا؟ یارو داره موسیقی منتش هم میذاره که آقا به خاطر از من شما ویو میخورین، من نباشم شما نمیخورین. من اگه آرتیست باشم کسی همچین حرفی دمه بزنه که آقا تو هنرت چپش فامیدی، به کتف چپ فامیدی، هست نیست مستم، امو چند هزار تا ویو هم خوردی به خاطر از من خوردی. حاجی من توی تک تک موزیکای کپی رایت میذارم، کس نر باشه
اون موقع کپی رایت بره از ما بره بالا. اتابوس فوس نوکرتونم.